سلام، صبح پنجشنبه تان بخیر. امید دارم هر کجایی که هستین پایان هفته تان به خوشی و خوشحالی آغاز کرده باشین. روز آخر هفته است، انشالله که همه تو به خوشی و خوشحالی به پایان برسه. نجیب رحمان سمیر هستم با جمعی از همکاران خود، یک ساعت مهمان خانه های شما از برنامه خوبه بامداد خوش خوش خوشحال باشید. البته از داشته های امروز برنامه ما در بخش سرخط دکتر احمد طارق کمال رئیس اتحادیه مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی با ما خواهد بود. در مورد مشکلات تحصیلات عالی خصوصی با ایشان صحبت میکنیم و در بخش کلید نور هم مولوی صاحب عبدالحلیم منی با ما خواهد بود و صحبت میکنیم در مورد اخلاق اسلامی که مهمترین مورد در ایشب روز در زندگی ما شده، و همچنان در بخش کفریش حاجی صاحب اکبر زرگر مرد قدیم با ما خواهد بود. صحبت میکنیم در مورد سیالی و شریکی که مردم قدیم داشت و ببینیم که امروز هم هست چیزی باقی مانده یا خیر. و همچنان فراموش ما نشه که بخش مهم ما چای صبح هست که همکار خوب ما باسط جان باسط ایرج رفته و چای صبح هم نوش جان کرده جایه، و ببینیم که بازم دل ما هم میشه بردرتی باش. قرار است امروز در ولایت های پروان، کاپیسا، لوگر، میدانوردک، غزنی، دایکندی، فایر، فاریاب، غور، نورستان و بدخشان از سر گرفته شود. در این ولایت ها هم توزیع گذرنامه ها آغاز شود و البته مشکلاتی هم وجود دارد. در ولایتی که قبلا هم اعلان کرده بود وزارت داخلی کشور و ریاست پاسپورت کشور که توزیع پاسپورت ها آغاز میشه، هنوز هم مشکلات جریان داره که فکر کنم بعضی تاپا و بعضی چیزها هنوز هم در بعضی ولایت های دوردست مثل هرات هم نرسیده. و خبر دیگه هم سازمان جهانی صلیب سرخ در ارتباط با وضعیت انسانی در افغانستان یک تهدید جدی را اعلام کرده. گفته که رئیس کمیته صلیب سرخ گفته که وقتی که ما شفاخانه ها را تفتیش کردیم وضعیت شفاخانه ها بسیار وخیم بود، اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کنه آینده بسیار خطرناک و فاجعه بار در افغانستان خواهد بود، که در شفاخانه ها وضعیت بسیار شکننده است و قابل حتی تحمل هم نیست که نه نانی پیدا میشه و مشکلات هم کنار هم چیده شدن و مردم هم خیلی زیاد سرازیر میشن در شفاخانه، خصوصا در این شب روز که زمستان هم پیش رو هست و موج چهارم کرونا هم در افغانستان که خواهد آمد. به هر ترتیبش یه هم وضعیت نهنجار در شفاخانه های کشور که صلیب سرخ هم نگرانی خود را گفته. و سپاس از این که بیننده بامداد خوش هستید، همچنان همراه من باشید و به دریا هم سر بزنید، سلسله برنامه های ما را خصوصا بامداد خوش را اونجا بیننده باشید. میریم و وقفه میگیریم در بخش کلید نور، همچنان ما را فراموش نکنید. باز هم خوش آمدید و بخش کلید نور هست و در استودیو با ما عبدالحلیم منیب امام مسجد و استاد دانشگاه هست. صحبت میکنیم در مورد اخلاق اسلامی که مهمترین مورد زندگی هر مسلمان باید باشه. قبل از هم صبحتون بخیر استاد، خوش آمدید. السلام علیکم، صبح شما هم بخیر. اول اجازه بفرمایید سلام تقدیم کنم خدمت شما و همکاران شما و همه بینندگان محترم تلویزیون طلوع. شما سلامت باشین. استاد اخلاق اسلامی چه هست؟ اول ببینیم که اخلاق یک صفت درونی انسان هست که با دیدی بصیرت مشاهده می شود و معمولا در اسلام عظیم ما اخلاق به سه بخش تقسیم می شود، یا اخلاق یک فرد، رابطه با خداوند جل جلاله، رابطه با مردم و رابطه با خود شخص انسان تلقی می شود. اخلاق اسلامی که اول گفتیم رابطه با الله متعال هست، که باید اگه انسانی که اخلاق خوب داشته باشد رابطهش را با الله چگونه قایم بکند که الله متعال را عبادت بکند و الله را هیچ وقت فراموش نکند و در هر لحظه الله را در بر اعمال و کردار خود حاضر ناظر بداند، یک رابطه است که رابطه شخص با الله را اخلاق گفته می شود. همچنان رابطه با مردم، که یک انسان باید با مردم اخلاق نیکویی داشته باشد، در رفتار، کردار، گفتار، در هر قولش صادق بوده باشد. معمولا تمام پیامبران که مبعوث شدند متصف به اخلاق حمیده بودند، که حتی حدیثی از پیامبر گرامی ما محمد صلی الله علیه و سلم است که می فرمایند که انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق،
پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر تکمیل ساختن اخلاق انسانیت نباز گردیده است. و همچنان الله ذوالجلال می فرماید که لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الكتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. الله متعال میگه منت گذاشت بر انسانیت که از خودشان پیامبر فرستاد تا که اونها را علم بیاموزاند و اونها را تزکیه و پاک بکند، و اگرچه که قبل از این در یک گمراهی آشکاری بودند. از این آیه کریمه معلوم می شود که قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم اخلاق انسانیت منحرف شده بود. اون چیزی که لازمه انسان بود او را انجام نمی دادن. بنابراین الله متعال لطف خیلی بزرگی کرد برای انسانیت که پیامبر صلی الله علیه و سلم را که از خودشان مباس گردانید تا که اخلاقی از اینها را تکمیل بسازد. و وقتی که پروردگار می فرمای و این کنت فظا غلیظ القلب لانفد من حولک، نرم دلی چقدر ارتباط میگیره به اینکه یک مسلمان باید نرم دل باشه و جزی از اخلاق اسلامی هست، حتی که پیامبر مخاطب قرار داده میشه؟ طبعا یک انسانی که داعیه داری دین هست باید تمام اوصاف یک داعی و دعوتگر را به خود داشته باشد که همان بزرگترین داعی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است. برای همه ما شما معلوم و آشکار است که زمان یک عربی حتی میاد در گوشه از مسجد جوابی چای میکنن، اصحاب کرام به توبیخی از او برمیخیزن، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم مانی ای کار میشود و او را بسیار به وجه احسن اجازه میدهد که رفع حاجت بکند و بعد از او بسیار به پیشانی باز او را در سوارش سوار میکند، او را به مسیری که حرکت بود او را حرکت میدهد. این اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم است. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم کسایی که در اطرافش جمع شدند یکی از خوبی هاش و یا امو اخلاق حسنه از او بود که در اطرافش جمع شدند. و برخورد پیامبر صلی الله علیه و سلم با تمام امتیان و کسایی که غیر مسلمان هم بودند چنان اخلاق حسنه ای داشت که اونها تحت تاثیر از این قرار گرفته بودند. و یک واقعه میاد که از یک یهودی قرضدار بودند و موعد پرداخت قرض هم باقی مانده بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسیر را در حرکت است و از پشتش گریبانش را میگیره و چنان کش میکنه که چهره مبارک هم سرخ میشن. حضرت عمر رضی الله عنه میخواهد که او را توبیخ بکند یا زجر بیارد، میگه که نه، بانینش که معامله با من دارد. پس برش میگه که موعد ما و شما تا هنوز پره نشده است. اینجاست که این پیام را میرساند، دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم که باید ما در هر نوع معاملاتمان از راه خوبی به پیش برویم تا اینکه مردم گرویده اخلاق ما شوند. استاد، وقتی که یک فرد حاکم می باشه و قدرت را در دست می داشته باشه، پس در اخلاق باید چگونه باشه؟ اسلام چی میگه که این فرد حاکم یا این قدرتمند وقتی که سلطه در دستش است چگونه باید برخورد کنه با رعیت و مردم؟ طبعا ما شما ببینیم زمانی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را خلیفه مسلمان ها تعیین میکنند، اونجا اصحاب کرام رضوان الله علیهم اجمعین در حراس میباشند که یک انسان خیلی متشدد است مبادا با مردم خشین برخورد بکند. اما باز اصحاب کرام میگن که این مسئولیت بالای از یکی آمد، اما حالات خشینی از این تغییر میکند. اینجاست که وقتی که در منبر بالا میشن و سخنرانی میکنند و یک سیاسری بلند میشود، میگه ای عمر، اگر تو کج رفتی ما به شمشیر تو را راستت میکنم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هیچ عکس العمل نشان نمیدهد و او را میپذیرد، حالان که توانایی داشت که میگفت که هر کاری که ما بکنم باید کسی مانی من هم شود. لیکن این به حساب همون چیزی را که از رسول الله صلی الله علیه و سلم آموخته بودند هیچ گاهی از او منحرف نشدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در تمام اموراتشان رویه نیکی با همه اطراف و اکناف و با همه اطرافیان خود داشت که اصحاب کرام را چنین تربیه کرد و
اونها اخلاق حمیده را با جامعه تقدیم کردند. پس در همه جوامع و خصوصا جامعه اسلامی کسانی که سلطه و قدرت را بر دست میگیرند، داعیه داران اسلام باید از همه کده اخلاق حمیده را به نمایش بگذارند که دیگر حاکما از اینها متاثر شوند. باید حالت خشونت گاهی که بود او را کنار بگذارند و بسیار رویه خوب، رویه که پیامبر صلی الله علیه و سلم آموختانده است، با او شیوه اینها برخورد بکنند. اگر ما و شما یک انسان را میبینیم کاری منکری را انجام میدهد، اگر او را بسیار به رویه زیشت بگوییم که کار را نکن، شاید او بیشتری کار را بکنند. اما یک گوشه بکنیم بسیار با صفات خوب، با نرمی، برادر عزیزم این کار را شما نکنین، طبعا که او میپذیره. و طبیعت خصوصا در افغانستان ما و شما، طبیعت ما و شما طوری است که هیچ وقت گپ زور را قبول نمیکنیم. هرگاه که فشار، از طریق فشار کسی بخواهد که بالای ما و شما کاری را انجام بدهد، او ممکن است و محال است چند وقتی انجام بدهد، باز مجبور میشود که از او ترک میکند. بنابراین با پیشانی باز، با اخلاق نیکو، متبسم، با تبسم خاصی با یک افغان ما و شما برخورد بکنیم، او جانش را فدای ما میکند و حتی در هر حالتی او رفیق و مونیس و یا غمخوار ما و شما خواهد شد. استاد، دروغ گفتن آیا از اخلاق انسانی ما میکاهه؟ طبعا گفتیم که اخلاقی که اخلاق فردی انسان است، که اخلاق فردی همیست که انسان بخل نورزد، دروغ نگوید، همیشه صادق باشد، رشک نکند، حسادت نکند. اگر تمام این چیزهایی که به اصطلاح حسد است و دروغ هست و تکذیب است، هر چیزی که غیر اخلاق انسان است که انجام بدهد، و اینجاست که از اخلاق انسان طبعا میکاهد. و اگر بخواهی کسی که خدا خوب نشان بده با دروغ گفته است؟ امکان نداره، دروغ ادامه پیدا نمیکند. انسان اگر دفعتاً قبول بکند، من موردی میگم استاد که چیزی که در کشور ما معمول است، معمولا میگن که ما به خاطر مصلحتی کار میکنیم، ولی می خودش هم اخلاق است که مثلا ما میخوایم که ما دروغ میگم که بود خوش میشه با دروغ گفتن. نباید انسان کدام وقتی دروغ بگوید، به خاطر مصلحت هم که باشد باید راست خود را بگوید. به خاطر که چیزی که اسلام را منع کرده است هیچ وقت به کامیابی نمیرسد. ما و شما مصلحت هایی را دیدیم که مصلحت را در نظر گرفتن اما صداقت را کنار گذاشتن، نتیجهش اینمیست که در خصوصا در کشور خود ما و شما به یک جایگاه خاصی نرسیدیم و ما جایگاه اصلی خود را که طبعا افغان ها در تمام دنیا مشهور بودن به قهرمانی و به همه اوصافی که یک کشور خوب داشته باشه متصف بودیم، اما روی مصلحت ها هر کاری از دست سردمداران ما آمد انجام داده. اگر کسی اخلاق اسلامی نداشته باشه چی میشه؟ اخلاق در جامعه اسلامی باید یک انسان اخلاق اسلامی را رعایت بکند و داشته باشد. اگر اخلاق اسلامی نداشت، او منفور جامعه قرار میگیرد و اگر به خودش هم بیندیشد عذاب وجدان میکشد که من چرا یک اخلاق رذیله ای را که منافی با اسلام عزیز است من انجام دادم. اینجاست که خودش خودش بد میبرد به جای از اینکه مردم و ملت او را بد ببرند. شما سلامت باشین. و مهمترین مورد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به چی خاطر فرستاده شده بود؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث مبارک است که به خاطر تکمیل اخلاق فرستاده شده است. حتی اینکه از مادر مؤمنان، مادر ما و شما عایشه رضی الله تعالی عنها سوال می شود که در مورد اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما بگو که چگونه اخلاق داشت. در جواب میگه که آیا قرآن عظیم شان را تلاوت کردی؟ که در قرآن عظیم شان چی را یافتی؟ هدفش این بود، آنچه که قرآن عظیم شان را اگر خوانده باشی، تلاوت کرده باشی و میفهمی که قرآن عظیم شان ما را چگونه راهنمایی میکند و چی دساتیری برای ما و شما میدهد و قرآن عظیم شان ما را به
طبعا کسی که قرآن را تلاوت میکند و میخواند عمل میکند او راهی مستقیم است که او به رضای الله متعال میرسد. پس میگه که کان خلقه القرآن، میگه اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن عظیم شان است. اینجا معلوم میشود که پیامبر صلی الله علیه و سلم در پهلوی ازی که به خاطر به حساب رابطه قائم کردن بندگان الله متعال با الله آمده است و در پهلوی ازی به خاطر تکمیل اخلاق انسانیت هم مکلفیت داشته که برساند اخلاق اسلامی را و ترویج بدهد که اخلاق اسلامی چگونه است و شما با هم دیگر چگونه رابطه ای داشته باشید. و اخلاق ما را محدود نمی سازه استاد؟ نه خیر، اخلاق اسلامی هیچ وقت یک انسان را محدود نمی سازد. اگر ما با جامعه با هم نوان خود برخورد نیک داشته باشیم و اخلاق اسلامی را مراعات بکنیم، یقینا نه به جای از این که محدود میشیم بلکه رشدی بیشتر خواهیم کرد، به خاطر که در مابین مردم به انسان دارای اخلاق مشهور و معروف میباشیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم را ما شما ببینیم پیش از اینکه مبعوث شوند و یک انسان دارای اخلاق حمیده، امین، متقی، پرهیزگار، مشهور و معروف بودند که حتی تمام مردم امانت های خود را در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم می گذاشتند. او سببی از این شد که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از بعثت هم بسیاری ها شیفته اخلاق از او بودند و همگی رابطه خوبی با پیامبر صلی الله علیه و سلم داشتند. صلی الله علیه و سلم، خیلی سپاس جناب مولوی صاحب. سلامت باشین. تشکر و وقفه میگیریم و پس از وقفه همچنان در بخش چای صبح باشید و ببینیم که ایرج باسط کجا رفته. سلام به همه بینده های عزیز، صبحتان بخیر. بخش چای صبح است و امروز آمدیم نزد کاکا تیمورس، یکی از سابقه دارترین کفش دوزای شهر کابل. میگن یک سخن است از قدیم که میگن پیسش به اندازه حلال است که از اوله کف دست پیدا میکنه. کفش دوزی هم از امو پیشه است که پیسش با افتخار از اوله کف دست پیدا میکنه. چی حال داری کاکا تیمورس؟ شکر فرزیخواستیت خوب است، بخیر باشی، آرام باشی. هنه چای ما هم خورستید بخیر. بخیر باشی. بخیر باشی. در یکش بوره انداخته، در یکش ننداخته. بوره دارش. ما بوره میخوریم. خیلی برای ما باز چای تلخ میمانه. خیر چای ما من دازم. نانم برای ما بردن. خیر ببینن. ببینن که عرضی ما نوشیان کنیم. چند سال سیجا کار میکنی کاکا تیمورس؟ برادر یکان 20 سال میشه میجه کار میکنم. 20 سال است که 20 سال نمیجه کار میکنم. دی نمی استقامت؟ دی نمی استقامت کار میکنم. چطور از کاروبارت؟ روز روزگار؟ والا خداوند مهربان است، همه خوب میشه. چی قصد شکایت کنیم؟ هم شب روز تیر میشه؟ یک شب روز تیر میشه. شکر دارم، شکر کاکا تیمورس. چند اولاد داری کاکا تیمورس؟ سه بچه هست. خدا چی کاروبار میکنن؟ و فعلا بیکاره. بیکار. سابق کار میکردن؟ والا سابق یک دو تا مکتب بود، آموزشی پانتون بود، یک پانتونش نه، اون سال یکش خلاص شد، یکش بیکار. یکش بیکار. کدام وسایل زیاد سر کار داری دیگه؟ اینج قرن کلگیش. در مجموع زیادتر کدام است؟ یه در 600 بیا در بورس است. خالد نشان ده تیمارم که ببینیم نه؟ انبور. اینی انبور است. اینش پلات. خب. برای قطعه رنگ میکشیم، اینوان رنگ است. خب امی راستی رنگ خوبش است، چی بشناسی؟ رنگ اصلی را رنگ اصلی به قصد که در بوتل دیش رخته نمیشید، صرف در خود رنگ فامیده میشه یا کلکش مارکش یک چیز میاد. خب بویم داره یعنی یا شانس است، خوشبوی است، بایش که بربوی است، داخلش خود تیزاب داره، سر بوتل را پارن کنی میریده. خب او تیزاب داره که سر بوتا؟ او تیزاب داره. بوتا که میکفانه تیزاب داره دیگه، که مشکلی نداره دیگه. چای پرتم؟ میره بانی؟ در گلاس تخیر. دیگر که اردی ما نان نوشیان کنیم. میخوریم. یک نانی غریبانه است. هر مخرده یا روز یعنی یک چای دوست. امروز هم ایمان خوب دستیم این چای شد. گا
کاکا تیمورس میگن امی زنا را سن سوالشان را پرسان نکنی از مردا رایدشان اینا تو برام میگی روز چند کار میکنی یا نه مولم نیست که اون میشه یک خرچی روزمره میشه دیگه خرچی روزمره میشه اون مقدر دیگه از زیاد نه دیگه نه دیگه از زیاد نه اتون ذخیره خانم میکنی پیشتر دیدم دو پایین چند جوره بود از بوتای فروشی داشت نوشته بود آه وار خودت جور میکنی؟ وار خودم جور میکنم از کجا میخریدشون؟ مواد شمین دست پیدا میکرد خواه بازش بوتای لیلام از خودم جور میکنم از دگه جایی میخری باز میری ترمیمش میکنی؟ ترمیم از این قدیم ها بود فاکات تیمورس سابقات چی گپا بود؟ چی خبر ها بود؟ مردم در چی حالت بود؟ اون زمانش تیر شد دیگه قصه ایش بود؟ وقتیش بود تیر شد رفت چطور بود؟ از حال رگب بزن از حال رگب بزنم؟ نه برادر خیلی چطور از حال کاروبار؟ از وقت حکومت تغییر خورد تعول آمد کاروبار خودت چطور است؟ مردم ها چطور میبینی؟ مردم اینه میتونه که برادر تو هم میبینی من میبینم که برای فیلن کاروبار نیست موجود نیست نه کاروبار خونه ایسا نه این به همه مالم است آقا تیمور زدیم خاطراتت قصه کود ای 20 سال خود کلش خاطره است یک پنجشنبه بود دیوت یک نفر بسیار پول زیاد آورده بود دمی کمربند بسته کرده بود بسیار پیسه آورده بود همین یک نفر دو نفر آورده بود که کمی کل جمع شد در سر زی مرد او طرف بود از او طرف گرفت آمد تا اینم اینجا آخر یه در تاق بالا شد دمی که کمی بالا شد مردم سر زی که فشار داد گفت دو مردم ما را میکشین من یه دیدم که والا شیشتگی بودم دیدم که والا وضعیت خراب کرد کم از اینجا خیستم پای خود سرزی و سرزی ماندیم سر این مردم که خود انداختیم این مردم پاشان شد نزدکه گرفت او طرف رفت به موتر شد پایلوش رفت تا من دیرم این رفت این یک نیست رفت این دیگه رفت بسیار دیر یک ماه بعد یه آدم آمد خواه یک روز آمد سه دفعه از پیشرون تیر شد برادر که کار داشتی خواه گفت من یک نفر کار دارم من یک نفر کار دارم گفتم کی بود نامش چی هست من یک وقت فیسا آورده بودم اینه منجی که در مردم توضیح کنیم گفت اول خدا نجات داد گفتیم امو نفر امو یک نفر نجات داد آلمه او رو نویشناسیم باز من اگه گفتیم اونو نفر که من سر نفر انداختم پاشان شد ما بودیم خواه پنج هزار برای من داد گفت من پیسه زیاد آورده بودم گفت من تیکیت که دیم اینم روز آخرین چیزی هست گفت من سه دفعه اینجا آمدیم به خاطر همه زی نفر اول خداوند نجات داد گفت یه دوم امین نفر با نجات داد اون رفت یعنی یه خاطره ای بود دوستم تمام زندگی آدم پر از خاطرهای جالب خاطرهای شیرین خاطرهای تلخ خب خوبی همی است که انسان به هر حالت شکر بکشه و از هر حالت زندگی خود رضایت کامل داشته باشه کوکا تیمورس چی پیام داری برای هموطنهای ما برای کسایی که میبینید گنم از این خاک تولد شدیم باید با همی خاک پس دفن شدیم این چی که از طرف خیست بریم هر جایی که بریم زحمت است یعنی می کار در هر جایی که بریم بیاین که همه کمک از پروردگار بخواهیش روزی از پروردگار بخواهیم نه از کسی دیگه کاکا تیمورس بسیار زیاد تشکر از اینکه امروز وقت تا دادی برای ما قصه کردیم خبر تا گرفتیم خوش آرام باشیم بخیر باشیم صبحانه امروز ما همین جا به پایان میرسه تا صبحانه بعدی که باز ما با صدای هیرج مهمان یک هموطن دیگر ما میشم شما را به خدا میسپارم اینه ما هم یک مرد قدیم پیدا کردیم حاجی صاحب اکبر زرگر که پنجشنبه است و بازم آمده و در مورد سیالی و شریکی صحبت میکنه قسمی که باسه جانم پیدا کرده بود و 20 سال هم سابقه کار داشت در ترتیبش حاجی صاحب صبحت بخیر خوش آمدی صبحت تو بخیر خوش باشی خداوند خوشی را پیش روی کل مسلمانای که در کره زمین است بیاره سلامت باشی حاجی صاحب ما امروز در مورد سیالی و شریکی گفتیم صحبت میکنیم حتمی به تنگ آمدی از سیالی و شریکی چطور نجیب جان آجی سه بحث و خدا کلان آغاز میکنیم مطمئن هستم همکارا میگن که باید یک وقفه بگیریم بتنگ است یعنی امیر خوب بگو خب نه خوبی هم داره بدی هم خوبی های زیاد است خیلی خوب است فایده زیاد است یا تاوانش نه فایدهش
اینا دیگه پس میره وقفه میگیریم و بعد از هم در مورد در بخش کافرش های سبستان امروی ما بیشتر امروشان صحبت میکنیم. حاج صاحب امروی ما هست و بخش کافروشی است و در مورد سیالی و شریکی صحبت میکنیم. بیشتر هم گفت که فایده های زیاد داره. حاج صاحب حالا بگو از فایده های سیالی و شریکی. نجیب جان سیالی شریکی با امروز اگه بگویم امی کوپراتیف این شکل است که امروز مردم ها امی را پیش میبره. فایده های عزیز زیادش چرا فایده زیاد داره؟ نجیب جان سلکو سیالی شریکی در هر چیز بود، در عروسی، در خانه جور کردن، در سفر کردن که مسافر می آید، در بیت شریف رفتن، اینمی ها کلشان سیالی و شریکی داره. نجیب جان موی سفیده های ما شکر زنده است، خدا عمرشان دراز کنه، به او معلوم است که سیالی شریکی چقدر فایده داشت. سیکو ما اولش براتان می گویم ما که عروسی میکردیم اینیم فعلا خودم اینمی عروسی خودم قصه میکنم. حاجت از این نیست که ما از کس دیگر اینمی وقت ما از ما پیشتر از یوم کده مقبول تر بود. وقتی که ما عروسی میکردیم تعداد مردم رو میسنجیدیم با چی تعداد روغن بگیریم با چی تعداد برنج بگیریم یا گوشت بگیریم اینمی ها را کل شد گوشت فروش ها میدیدیم قصابه و برنج فروش ها اگه نمونه خلاصه زود میگویم که وقت ضایع نشه. اینمی ها را که با میرفتیم پشت سودا که پیش روی ها میرفتیم که مواد بگیریم اینا سون جیب ما سیل نمیکرد. این کدام مسئله نبود که پیسه میتی یا نمیتی یا امی معاملدار بگه که پیسیت باشه این گپا نبود. اگر می بود پیسه فریمان می بود داشت که آدم می کشید می داد می گفت چند شد اگر نمی گفت امی مالا می گرفت می رفت این حالا ایره کی چارش کی می کرد ایره چارش سیالی شریکی می کرد. ما که وقتی عروسی خلاص می شد عروس می آوردیم به سباش به نام شاگکانی میگفتن شاه سلامی نه شاه سلامی علایده است شاگری علایده شاگلی شاه سلامی خانه پدر عروس میره کالو فضل خدا کمرنگ شده شاگری دمی خود خانه دینمی شاگری نجیب جان تکراری نشه عدالت میشه کسایی که زیاد زیامت کشه اونا را تشکری میتن کسایی که زیامند که جریمه میشد بر وسیله که میشد اینجا یک مثل خود دواری یک کسی تو مثل خود دواری کاغذ قلم پیشش رسانده میرفت که کی چه قاورد آل این چینی و چاینک و این چیزا را که یا میبرن یا دور پر کسی پس نمیخره درده یا دوا نمیکنه غیر کنج خانه را بند پرده بسیاریش بدل هم میبرد همه قطی میمونه قطیش کلان میکشه و خانوالا که چیزی نیست خیر ببینند هم یام اینال نجیب جان اینمی روز شاگری که خلاص شده بود پیشین دنان همی قصاب ها میامد برنج فروش ها میامد چو فروش ها میامد حتی آشپز هم همیجا میبود نان چاشته که خورده بودن بعد از او اونو خب پیسه هر کس به توان قدرتش مثلا تو 100 روپیه می آوردیم و 50 روپیه می آوردیم یاد کل رسانده می شد اینمی سیالی و شریکی اینمی سیالی و شریکی تاوان اینمی آروسی را پوره می کنه نگفتی چرا که آلی اگادم در قدیم و آلام 100 روپیه را نمی خوره 100 روپیه سیالی می آره به خدای چقدر خوب بود آجی صاحب بسیار خوب بود و خانواده شا بسیار فایده می خانواده شا بر این نجیب جان کلگی پیسه و بیشانی باز پیسه را می گرفت حتی زیادان می کرد برمی آروسی والا زیادان می کرد از نگاه لباس این خودم برادر کلای مزیگ آدم گرفته بودم کورتی را از دیگه آدم گرفته بودم اینمی حال فعلا کورتی که گرفته بودم پیش تلویزیون هست میبینم بازم آدم دید گفتم این جان تو بسار میشینه از خود ما بود قومی ما گفتم این جانت میشینه میره سیالی قبول کو سیالی قبول کو اگر این حال کدام وقت برابر شوه مطابق همون سیالیش مام سیالی میکنه باید ادا شوه این سیالی؟ ادا میشه اونمون لسته که پیشتر خودت گفتم گرفتی ایدم خانه است
نظر به می قیمتی و دنیا هم بازو هم بسنجدن به ما 50 روپیه آورده 50 رو 50 ببریم خوب نیست 100 روپیه می برد. یعنی مشکلاتی حل می شد. آروسی امیره میگن که آروس میمونه قرض داده میشه در افغانستان. اینم تو این نجیب جان کل وجه وجه خانه خودم افروخت. از خانه قدیم خود یک خانه یک جور میکرد، گلکاری میکرد، زمین میخرد جور میکرد، چیزی نداشت. به نام بوریاکوبی یک میسفید های قدیم به نام بوریاکوبی قاریا را میارن خطو میکنن، هر کس چی نتوانش وسایت به میخانه میارن. بوریاکوبی؟ بوریاکوبی که میاند خانه دیدنه که من خانه را ببینن یه بوری اکوبی میگفتن. باش من یاد داشت کنم؟ یاد داشت کنم که تو را مرا وارو مستفید میشه بیاد نه. این امیلر نجیب جان یکی گلام میاره، یکی قالین میاره، یکی توشک میاره، یکی ظرف چای میاره، ظرف نان میاره. پس همی خانه یادم چی میشه؟ هم خانه نوشد، هم سیالی و شریکی همی خانه کل چیز پرده میاره. هر چیز مشکلاتی خانه رو میاره. سیالی شریکی حتی این مسئله که من میگویم اتی از کابل و ما چون از پروان هستیم پروان و کابل بسیار چیز داره تشابه و چیزا. این چیزا رو که قصه کردم زیادتر مردم کابل از این چیزا داشت همین مسئله رو کلش همین مردم چیز کرد. مثلا تفلک که شما میسازن چی میگن؟ چابالا نه همین که ختمه خب دیام سیالی شریکی میارن. یعنی نجیب جان ختمه سوری یا ختمه دیگه چیز است آیسه چی؟ ختمه سوری یا ختمه ختمه سوری همی که خواه سعیس خواه مردم قدیم دستلالی میگفتن خواه این نجیب جان هر مشکلات مسافر مسافر از دور مسافر کسی می آمد تا هر کسی می دید که یک بیست دقیقه یک نان در دست ده تا نان در دست چقدر کومک نان می آوردن خانه کسی که مسافرش آمده شکر که مسافرت بخیر آمد از زج می آمد همه تو این خانه نان پر می شد یک کارای بوده از جانب همی مویسفید های سیالی و شریکی خیلی دامن کلان داشت خیلی بدردخور بود یک آدم شرسته یک کار می کرد می فهمید کال می آید آمد داره از این می سیالی شریکی زندگی مشاه و عروس هم جور می شده که کنم زر پیس هم در قدیم ها می موند آدم های با فکر بازور در داخل من داختن باشه به که ایزیاد چوه با آینده آینده چی که بیت شریف هم از این می تانیم رفته و از این خانه دیگه زندگی هم جور کرده می تانیم نجی جون سیالی شریکی را تاوان نداره فایده داره همه گپای قدیم خیر است من عذر میکنم من به بوی قدیم زنده هستم همین نو پس دوباره همین کارا را بکنن لیکن سعی کن در اروپا ببخشی در اروپا سابق گل میبردن اونا دیگه چی ضرورت ندارن هم لباسشان خانهشان جایشان جور کردگیست گل میبردن اما گل آل هم پیسه گل در پاکت میمانن گل عمرش کوته است گل فایده نداره عوض گل که هم پیسه که بانند خصوصا سیالی شریکی را در حالت شروع کنند که همی جوانای ما صاحب خانه و زندگی شد آره سیالی شریکی قدیما بسیار خوب بوده خدای وقت سیالی شریکی آدم کم ارشکن میکنه مختصر هم کارم میکنه وقفه میگیرم اما آرسی خودتون دزمستان شده بود آجیسه مختصر نجیب جان قند آروسی زمستان از خودم هم در زمستان شده بود چقدر برف زده بود؟ یک 40 سانتی برف بود که ما آروسی کرده بودم آروسی زمستان از آروسی بار کرده بسیار خوبه خیر ببینی آی صاحب تشکر سپس از اینکه امروز آمدی تشکر از شما ممنون و میریم و یک پارچه کوتاه و زیبا از خند و قند میبینیم و همچنان در ادامه بامداد خوش همراه ما باشید میگم برادر یک گپ به شما بگم باور نخواد بکنه بشین بچه باز حال ما این لاف بزنی نه دیگه بچه این دیگه لاف نیه ولی باور کردن هم کم سخت که بگو ببینم دیشه من یک جای میمون بودم که صاحب خونه از ما آدم های خرپول بود بشین بچه مرده که خرپول باشه تور به خانه میمون میکنه بچه نه که برفته بودی توفتونی چرخ بدی بچه من سند دارم که میگم خب مردکه چقدر خرپول بود
آنقدر این نفر خرپول بود که دیشو برای ما برنجات خود گوشت مرغ. برنج و گوشت مرغ؟ بله برنج خود گوشت مرغ. باور نمیکنن. خب معلومه که باور نمیکنم. بیدار زمان آدم خرپول پیدا میشه که هم بتونه برنج پخته کنه هم گوشت مرغ. یعنی باور نمیکنن شما لگفمه. معلومه که باور نمیکنم. ما بچم بدون سند قبل نمیزنم. صبر کن شما سند نشون داد. بیا سعی کنم بیا. سیکو سیکو عجب عکسیه سیکو برنجار سیکو بچه راست میگه سیکو این سیکو عجب عکسی گرفتی نوچه جانت آمد سیکو تو سیکو بیاره بشک یاره بشک من پس پک این دکو این دکو پکش تو برنجاره برنجار سیکو چی برنجار خوشمزه معلوم میشه سیکو گوشت سیکو تو عجب گوشتی ای که جدی جدی گوشت به دست دنه نوشه جانت مورا را فریم تو بدیدن دکه هم به ما بگن لافوک یعنی شیر مادر تو بچیم من اول فکر میکردم لاف میزنی ولی بچی ما هم کم آدم اینیم همین بر که میبینی همسایی ما دیشب میوه خورد زراغ نگو بچیم لاف نزن همسایی شما بخونه خون میوه خورد بله میوه خورد آره بچم کی حالک میتونه میوه بخوره لاف نزن بچم به دروغ بچم خودم صبح پست خربزه دم خونه اینا دیدم یعنی پست خربزه واقعی بود بله پست خربزه واقعی بود کو عکس نشون بده عکس نگرفتم دیدی بچم دیدی که لاف میزنی مگه میشه که همسایه آدم انقدر خرپول باشه که به این وضعیت بتونه میوه بخوره بعد تو نری خود پستا میوه و عکس نگیری لاف میزنی دیگه بچم جام کور راست میگه بچم تا اگه مایست گپه تور کسی باور کنه خب چهار تا عکسی سلفی خود پوستا خربزه میگرفتی انا مثل ما بریم سیکو برار انا همی دیدم که یک چیز جالبی هست فورا خود یک عکسی سلفی گرفتم سیکو میبینی خب حالا چی بود برار باور کن خود یک چیز جالب و عجیب و غریب یک عکسی سلفی گرفتم ای که عکستون پشت سر تو هم آسمون خدا خودی کی سلفی گرفتی برار این کوچه خانه مونه باور کنم یکی از خانه بیرون شدم ببینم که یا خدا تیمی کوچه میته بوی کباب پیچیده پیچیده که آدم میته دیوانه میکنه من فورا تلفن خوب بیرون کردم خودی عکس سلفی گرفتم اه دیده نمیشه خب راست میگه واقعا این بوی کباب بالای آسمون خب حالا فهمیدم میخی عکس بوی کباب میده شعر مادر تو والله آفرین بدیدی بچم ما دست کم نگیر دیگه بچه ما کم آدم نیم آفرین والله آفرین گفت تو باور کردم خلاص دیگه باز هم خوش آمدید و بخش سرخط هست و در این بخش با رئیس اتحادیه مؤسسات تسهیلات عالی خصوصی دکتر احمد طارق کمال بیشتر صحبت میکنیم و در موردی که چه مشکلاتی در تسهیلات عالی خصوصی وجود داره صبحتان بخیر دکتر بسیار خوش آمدید سلامت باشین صبح شما و صبح تمام بینده تلویزیون طلوع خوش باشین شما سلامت باشین جناب دکتر صاحب از مشکلات تسهیلات عالی خصوصی برام بگید قسمی که به شما معلوم است رکود اقتصادی افغانستان تمام سایه افغانستان بالخصوص سکتور خصوصی را زیاد زیر تاثیر گرفته و پانتونای خصوصی و سکتور خصوصی تحصیلات عالی از این مستثنا نیست چالش های عمده ما چالش های اقتصادی است محصلین ما به حساب توانمندی پرداخت فیس خود ندارن پانتونایی که تشکیلات کلان داشتن و نمیتونن و تشکیلات خود حفظ کنن روز به روز استادای خود کارمندای خود به اساس از اینکه نمیتونن از محصل فیس بگیرن از دست میتن دیگه چالش عمده ما چالش اقتصادی است محصلینی که اونا قبلا در هر کنکور به پانتونای خصوصی مراجعه میکردن تعداد زیاد میبود لیکن متاسفانه امسال ما تعداد بسیار کم از جذب از پانتون خصوصی داره دکتر صاحب از ای که پانتون ها واقعا هم در سقوط هستن اگر ببینیم برای یک روی کرد واقعا چون در صنفی که باید 50 محصل یا دختر خانم یا پسر ها باید باشه 10 نفر حاضر میشه و همچنان در تایم صبح و ظهر و شبانه هم
این حالت واقع شده. پس چه خواهد شد وضعیت دانشگاه های خصوصی؟ څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه، د افغانستان خصوصي پوهنتونونه دې وخت کې اقتصادي لاسنیوي ته ضرورت لري، او زموږ غوښتنه جامع جهاني نه داده چې دا یو غټ سکتور ده د افغانستان په خصوصي پوهنتونونو کې 2,00,000 محصلین دوی په درس بوخت دي، 15,000 شغل موږ ایجاد کړي دي، او ټول تعداد تقریبا د پوهنتونونو یو سلو یو درس پوهنتونه لرو او څلېرشت موږ فرع لرو په ولایتو کې. نو په دې وخت کې د افغانستان په عالي تحصیلاتو کې فقط او فقط هم د خصوصي سکتور فعاله ده. زما غوښتنه له جامع جهاني نه داده چې دغه سکتور چې په افغانستان کې ډېر مهم ده، هم مادي ارزښت او معنوي ارزښت، د مادي ارزښت په هکله یم که زه ووایم چې د افغانستان خصوصي پوهنتونونو په کال کې 800,000,000 افغانۍ دولت ته مالیه ورکوله، او ډېر زیات په حساب بازار د کار کې ډېر زیات کار ایجاد کړی. همدغسې یو لوی اقتصادي حرکت ده ده که موږ وګورو د افغانستان خصوصي پوهنتونونه له نورو اداراتو سره، دلته د نورو اداراتو سره زموږ راکړه ورکړه ډېر په لوی حجم اقتصادي حجم سره وه. نو په دې اساس غوښتنه مې دا ده چې په دغه وخت کې فعلا موږ پوهنتونونه ډېر زیات مشکلات لرو، پوهنتونونه کېدلی شي چې له شپږو میاشتو نه زیات په دغه اقتصادي حالت کې دوام ور نشي کړی. که چېرته د افغانستان اقتصادي حالت ښه خواته تحول پیدا نه کړي، نو کېدلی شي چې موږ پوهنتونونه ډېر د دې شاید اوسي اوسي ډېر ګڼ شمېر پوهنتونونه بند شي. و بس ادغام هم که جداسازی باید شود، دختران و پسران از صنوف همی هم یک مشکل بزرگ نیست که مثلا در یک صنفی که 2 نفر یا هم 3 نفر از دختر خانم ها محصل هستند که با 10 نفر پسرا، اگر این جداسازی شود این مشکل؟ پا دیو اکل از یه وضاحت ورکوال غارم چه در وزارت تحصیلات عالی پالیسی در سابقه محصلین و پاکل و محصلات و پاکل عقد سنه ده. وزارت تحصیلات عالی په دغه برخه کې موږ سره ډیر نرمښت وښود، او دغه معذرت چې موږ کله وزارت تحصیلات عالی ته وړاندې کړو چې کېدلی شي د صنفونو جدا کول په اقتصادي لحاظ دا ممکن یک ضربه دیگه هم باشه که نتونه بله جبران بکنه. بیا د وزارت تحصیلات عالی رهبری دا یو پیرزوینه وکړله چې موږ په عین صنف کې اناس او ذکور درس وایي، لیکن په منځ کې صرف یو پرده ده. نو هغه موږ ته بیا په اقتصادي لحاظ سره الحمدلله دومره زیاته متضرره نه وه دا پالیسي، بلکې که موږ جدا کړې وای دا به ډېره ناممکنه وه. په یو صنف کې 10 یا 8 نجونې موږ ولرو او همدغه رقم هلکان ولرو، بیا دا صنف جدا هم کړو، خو دغه په دې شکل نه شو. اوس کومه طرحه چې جوړه شوې ده د وزارت تحصیلات عالي له خوا نه، هغوی عین سیستم لکه مخکې چې مخکې لاره فقط داده چې په منځ کې په وسط کې باید یو پرده وي او نجونې باید له حجاب سره راشي. و جناب دکتر صاحب، راه حل برای معضل اقتصادي چی خواهد بود؟ تا ای که این دانشگاه ها به حالت اولش بر بگرده و دری بود که تافیل هم سمستر خزانی هم شروع شد. بله سر اقتصادی حالت خود که تاست معلوم ده ده دا یه اولوی حرکت ده پا افغانستان که اقتصادی حرکت داره دلی ده، راکلا ورکلا نشته ده. مثلا زمانگ اغا اقتصادی ظرفیت چه زمانگ ده افغانانو اغا نده پاتی ده، افغانستان پیسی اغا پا امریکا که کنگل دی بندی دی، او بانکونه هغه راکړه ورکړه چې د بانکونو و هغه هم نشته ده. په افغانستان کې خارجي ټولنې چې کوم دلته کوم په حساب فعالیتونه لرل هغه بندې، ډېر خلک بیکاره شول. نو دغه ټول هغه مشکلات دي، دا یو سیستم ده، دا یوه برخه چې خرابه شو ټولې برخې خرابې. مهمه دا ده چې د افغانستان په اقتصادي لحاظ سره زر لاسنیوی وشي. دلته ګڼ شمېر افغانان ژوند کوي، موږ 4,000,000 نه زیات افغانان دلته ژوند لرو. نو ښه به دا وي چې خارجي ټولنه خصوصا تحصیلات عالي ته په خصوصي سکتور کې ډېره پاملرنه وکړي. خیلی سپاس جناب دکتر صاحب، ممنون از حضورتان. تشکر صاحب، خیلی سپاس. و بینندگان عزیز، داشته های امروز ما همین قدر بود. سپاس از اینکه بیننده بامداد خوش بودید. تویی که روز شنبه باز هم مهمان خانه های شما خواهیم بود، همه تان را به الله میسپاریم. جمعه خوش، پنجشنبه خوش، خدا نگهدار.